جناب شیطان رجیم سلام میکنم خدمتتون. علیکم السلام عزیز دل برادر، امری داشتین؟ چیزی میخواستین؟ بفهمون بشین، نوبتتون شه، بفهمون. مثل که بنده رو به جا نیاوردید. نه جناب علی، بنده خدمتگزار شما شیطونک هستم که سالها در معاونت دروغ و دغل در حوزه استحفاظی کره زمین انجام وظیفه میکرد. شما آزاده این آقای لنگ‌نژاد هستی؟ ماشاءالله چه بزرگی شدین، ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. بفرمایید. من خیلی خوشحالم که بعد از میلیون ها سال شما رو زیارت میکنم. درد کوچیکی داشتم، اومدم استعفانامه خودم رو به صورت مکتوب نوشتم، اومدم تقدیم شما کنم. حقیقتش دیگه نمیتونم، حقیقتش باشید خودم نمیتونم کنترل کنم، دیگه نمیتونم حقیقتش. استعفانامه چی؟ بابا شما که داشتین خوب کار میکردین ماشاءالله. با همه عنایتی که شما به این حقیر دارید، برید دیگه نمیتونم آقا، دیگه نمیتونم. باید به کی بگم آقا؟ من هرچی داشتم، همه یه استعداده ژنتیک خودمو به کار بستم تا جایی که تونستم. آقا من میلیون ها نفر از راه به در کردم، ولی تو این هزاره سوم یه پدیده جدیدی ظهور کرده که واقعیتش آقا نون ما رو آجر کرده. آقا دیگه نداریم، یه لقمه نون ندارم بخور. آخه کی کجا؟ بابا اینو که دیگه شما نباید سوال کنین. که یه محمود احمدی نژاد نامی هست که بابا تو دروغ و دغل جفت دست ما رو از پشت بسته، دستبند نزده اسیرش شدیم به خدا. بابا من دیگه همه زورمو زدم، گوبلز رو تقدیم جامعه بشری کردم، اما این یکی 600 تا گوبلز رو جای صبحونه میخوره. آقا من نمیدونم، اومده میگه میخوام از فضا کل جهان رو مدیریت کنم. آقا اصلا اینو من شنیدم مخم هنگ کرد، بعد تعجب میگه، بعد میگه حاله نور دورمه، بعد نمیدونم بنزین تحریم اصلا ما رو شکوفا میکنه. من دیگه نمیتونم بابا، این همه سال ما داریم جون میکنیم تو حوزه شیطنت، هنوز عکس العمل شیطونیمون تا سر کوچه‌مون بیشتر نمیرسه. این احمدی نژاد دو روز اومده میگه من عکس العملم کره زمین رو در بر میگیره. من نمیتونم حقیقتش، واقعیتش اینه که نمیتونم. اومدم بگم من احساس حقارت میکنم پیش این قضیه، خواهش میکنم یه کاری برام. بابا خب بابا این خون کثیف تو از اینی که هست کثیفتن نکن. من بگم بچه‌ها یه لیوان زقوم خنک برات بیارم بخوری. بذار من یه لیوان زقوم. خیلی متشکرم، ممنون. یه مزاحمتونم نمیشم، به خاطر سن و سال ما هم که شده، خواهش میکنم ما رو از این سمت معاونت دروغ و دغل عزل کنید. این احمدی نژاد رو بذارید جای ما، واقعا مستحقه، اون لیاقت بیشتری از ما هم داره. اینجا من خودم براتون نوشتم، از رو کاغذ اگه بخواین میخونم براتون. من نوشتم قشنگ مشخصم هست، خواهشمندم پیرو تبصره سوم بند اول قراردادمون مورخ 2/1/1 منعقده فیما بین حضرت عالی، یعنی شما که ابلیس باشین، و این جانب با استعفای این حقیر و واگذاری این مسئولیت به احمدی نژاد موافقت بفرمایید. بدیهی است که من بعد با حضور احمدی نژاد این جانب هیچ گونه مسئولیتی در قبال فریب و بدبختی بشریت و سقوط بشریت نخواهم پذیرفت. من منال ابلیس توفیق. حالا بعدش میخواد چیکار کنی آخه؟ بابا من نگران اونم، بعدش تو میخواد چیکار کنی؟ یه خاکی تو سرم میکنم دیگه، یه خاکی تو سرم میکنم، نمیدونم بابا. یه چند باری میخواستم برم خودمو بکشم، خودکشی میخواستم بکنم. این معاونت قدرت و خودپرستی جلومو گرفت. الانم میخوام برم اگه بشه یه تاکسی قسطی جور کنم تو مسیر پل یادگار امام تا جهنم مسافرکشی کنم. بیا اینجا داشم، بیا اینجا، بیا جلو. نه سرتو بیا جلو، میخوام یه چیزی بهت بگم. پیش خودمون باشه ها، به کسی نگی، درز نکنی جایی. راستشو بخوای، از اون موقع که اصل ولایت فقیه بنیان گذاشته شد، حیطه اختیارات منم محدود شده. حقیقت اصلا کلا مسئولیتم تغییر کرده. میخوام اینو بهت بگم، کلشو دادم دست کی؟ مقام عظمای ولایت. پیش خودت بمونا، من خودم خیلی دلم میخواست یه کاری وسط بکنم، یه آستینی وسط بالا بزنم، ولی دستم کوتاست حقیقتش، نمیتونم. جان ابلیس؟ بابا جان خودم نباشه، جان امام راهب. دو شب رفتم شب شعر مقام عظمای ولایت، آقا نشست زیر پامون،
بساطو دیدم، تو هم که ما رو میشناسی، شیطونیم دیگه، اراده مراده نداریم، نشستیم تا همین الان پاوند قضیه هم، یعنی زندگیم به باد فنا رفته. بابا آخه من اصلا از همون روز اول، یعنی یک که ابلیس شدم، ماموریتم فقط مال آدم ها بود، پیش خودت باشه، ولی این یارو خامنه ای جمادات و نباتات و حیاتات و هر چیاتات و همه رو کشیده زیر بالو پر خودش بخیر. آخ بمیرم واقعا، من فکر میکردم تای بدبختی خودم هم. الان که میبینم نبا از ما بدبخترم تو این دنیا هم. بابا لاقل یه زنگ به ما میزدی حقیقتش. بابا زنگ میزدی چیه قربون شکرت برم، تلفنمونو وزارت اطلاعات کنترل میکرد. پس الان تو اینجا چیکار میکنی؟ مگه اینجا دفتر شیطون نیست؟ دفتر شیطون کدومه قربون؟ آقا قربون شکرت برن، ریختن دفتر رو بستن، تو خونه ما هم تخته کردن. اینجا الان 30 سال عمومیه، هم عمومی داریم هم نمره. اگه میخوای پاشو برو یه دوشی چیزی بگی، خستگی در بره. جان بله، ببین رجیم لعین بپر دوتا کانادا ورده ببر واسه نمره 4 حاج آقا ناصر مکارم شیرازی، ببین چیزی هم خواست براش ببر، پاشو برو تو دوش بگیر، برو جون برو. چیکار